کنترل N رو میزنم، یه سایز میخوام بهش بدم، سایز 1080 در 1350 میخوام یک کاور عمودی داشته باشم برای اینستا. بر حسب پیکسل کارمونش هم RGB هست و کرییت رو میزنم که حالت عمودی میخوام باشه. حالا میخوایم با همدیگه یک کاور جذاب برای یک سفر طراحی بکنیم. اولین کاری که باید انجام بدیم که ما نیاز به بک‌گراند داریم. من چند تا از عکس‌ها رو انتخاب کردم و آوردم، از هر کدوم یه دونه برمی‌دارم میام توی کاوری که کاور جذاب داشته باشیم. رکتنگل انتخاب می‌کنم، یه دونه بک‌گراند اینجا می‌کشم، رنگش رو هم حالا استروکش رو نان می‌کنم و یک رنگ نخودی روشن می‌خوام بهش بدم، یه همچین حالتی. الیپس رو انتخاب میکنم، یک مقدار زوم اوتش میکنم، یه دونه الیپس میکشم. ببینید از رنگ های شارپ و جذاب استفاده بکنید که جذب بکنه. مثلا الان من یک رنگ آبی، ببینید این الان خیلی توی جذب کمک میکنه. یه دونه از بک‌گراند کنترل CF میگیرم، این رو بالای اون قرار میدم، دوتاش رو انتخاب و کلیپینگ ماسکش میکنم که این بیفته داخل این. البته اینو میخوام یک مقدار حالت بیزی تورش کنم، اینجوری بهتره که حالا ما سوژه اصلیمون رو بیایم روی این قرار بدیم. حالا رنگ هم شاید تغییر بکنه. میام اینجا یکی از این طرح‌ها رو انتخاب میکنم، مثلا این برام خیلی به نظرم بامزه تر بود نسبت به بقیه. تمام حالا این آیتم ها یا عکس ها و وکتور هر چیزی که هست رو من توی کانال تلگرام میذارم، اگه بخواین بردارید و استفاده بکنید و تمرین بکنید. خب این رو سوژه اصلی مونه، پس سوژه اصلی رو بزرگ میام وسط صفحه قرارش میدم. حالا جای نوشتم داریم، میرم روی بقیه. ببینید اینجا دیگه چون جاگیر شده نیازی به اون نداریم، میبندیمش. میایم اینجا، اینجا دو تا بلیط ها رو میخوام داشته باشم و ما برای سفر یه سری چیزا نیاز داریم. مثلا بلیط جزء سفر میشه دیگه، اینو میام این زیر قرار میدم، یک مقدار کوچیک‌تر، یه کوچولو میتونیم بچرخونیمش پشت سوژه اصلیم قرار میده، حتی پشت این الیپسی که کشیدیم قرارش میدیم. خب توی این یکی من این رو میخوام داشته باشم، این چمدون رو داشته باشم، باز همه اینا میاد زیر سوژه و اینجا قرار میره، یه مقدار سایزش کوچیکتر. اینجا باز از این استفاده کردیم و اینجا هم میتونید از یه سری چیزا، عینک و اینا هم استفاده کنیم. دیگه زیاد نمیخوام شلوغش بکنم. هواپیما هم ما توی سفر داریم، حالا بعضی دوست داشته باشن میتونن قطار بذارن مثلا. اینا همه رو من با هم انتخاب، یه کوچولو سایزشون رو کوچیکتر میکنم چون اون میخوام سوژه اصلی این باشه. خب دیگه چی داریم؟ توی این مپ رو میخوام داشته باشم، این رو، البته این رو فقط میخوام، آره اینو میام اون پشت، این قسمت زیر همه اینا قرارش میدم، سایزشو کوچیکتر میکنم. خب این من میخوام به صورت خطی حالا بک‌گراندم قرار بگیره، پس من میام کل این رو پاک میکنم و فقط خطهای دورش رو میخوام و اوپاسیتیش رو اینجا میام روی 20 و خیلی اوپاسیتیش رو کم میکنم، یک حالت محو، هنوزم کمتر. خب این تا اینجا، یک مقدارم اینا رو جابجا کنم، این دوتا رو هم بیارم یک مقدار اینجا و بچرخونمش. خب یکی هم اینجا قرارش میدم و میتونیم یه سری چیزا اضافه کنیم. مثلا از اینجا خوبه، مثلا این رو خیلی کوچولو، دوباره اینو میام زیر همه اینا مثلا اینجا قرارش میدم. خب سوژه اصلی رو انتخاب میکنم، میام تو قسمت افکت، استالایز و دراپ شادو رو روش کلیک میکنم، بلارش رو کم میکنم، خیلی کم میکنم و ایکس و وای روش رو هم اینجا زیاد میکنم. عدد میتونیم بهش میدیم، مثلا روی 30 قرار میدم، این یکی رو هم میام روی 30 قرار میدم، باز عدد بهش میدم روی 50. میخوام یک سایه ای این قسمت پایین میخوام داشته باشم، تو این رو روی 40 میخوام بذارم. خب خوبه، بلارش هم کم، کلا بلارش رو روی 0 میذارم، یه همچین حالتی میخوام باشه. اوکی رو میزنم، سوژم رو انتخاب بکنم، میام توی اپشنز روی دراپ شادو، من میخوام ایکس رو بزنم منفی 40، یعنی این بر قرار بگیره، یعنی سایهش میخوام این بر باشه.
الان خوبه. حالا نوشته ای که میخوام بیارم تی رو انتخاب میکنم و مینویسم به فارسی. سفر، چون دوستان بهم گفتن که چرا همش داری انگلیسی آموزش میدی، ما بیشتر داریم فارسی کار میکنیم. گفتیم چشم. سفر با من، خب میخواد تبلیغ کنی که شما میایین با من، میتونین بیاین با من سفر کنین. و اگر شما مثلا در مورد سفر دارین حالا اطلاعات دارین و دارین ارائه میدین، میتونین عکس خودتون رو مثلا به جای این بذارین. خب فونتش رو تغییر میدم به ایران راوندد. خودتون میتونین ایران راوندد رو دانلود بکنین، هرچند من کلا فایل ها رو توی تلگرام میذارم. سفر رو اینجا قرار میدم و با منشو مثلا باش رو میتونیم اینجا بذاریم، منش هم اینجا، و این را رو هم ستاشون رو انتخاب میکنم اینجا میذارم. چیزی که جذب میکنه همون بحث تایپوگرافی است که شما توی تایپوگرافی اگر کار زیاد بکنید خیلی میتونه طرحتون رو جذاب بکنه. همون متن، همون نوشته، صرفا همیشه فقط طراحی حالا آیتم نیست، طراحی تایپوگرافی هم هست. همه اینا رو من انتخاب میکنم، راست کلیک و کریت آوتلاینش میکنم، از سطح تکست خارجش میکنم و میام تو این قسمت پاد فایندر و یونایت رو میزنم. سفر رو انتخاب میکنم، با ایداپر از رنگ بکگراند میگیرم، اما یک مقدار تیره ترش میکنم. ببینید یک مقدار تیره تر نسبت به قبلی، و میخوام به همه اینا استروک بدم. انتخابش میکنم، میام تو قسمت استروک، رنگ سرمه‌ای، البته یک خاکستری که به سرمه‌ای بخوره، یعنی هم خاکستری هم به سرمه‌ای هم نزدیک باشه. استروکش رو اینجا زیاد میکنم، تو قسمت استروک میام روی گزینه سوم که آوتساید استروک باشه، به بیرون استروک بده. کنترل سی اف میزنم، فیلش رو میام نان میکنم و استروکش رو اینجا میام سفید میزنم، و البته این رو زیر اون یکی قرار میدم و اینجا سایز استروکش رو زیاد میکنم. ببینید یه همچین حالتی. هرچند شما تو قسمت اپیرینس هم میتونین کار انجام بدین، یه استروک اینجا بزنین مثلا رنگش رو بیاین صورتی کنین و اینجا بتونین استروکش رو زیاد بکنین. خب میبینید این شکل، از اینجا هم میتونین کار انجام بدین، ولی خب من کپی میکنم این حالا مدل خودمه، با کپی کردن راحت تر میتونم انجام بدم. شما میتونید از قسمت اپیرنس هم انجام بدید که 0% اپیرنس رو گذاشتم توی ایلوستریتور. انتخابش میکنم، اینجا دوباره استروک رو یک مقدار بیشترش میکنم، قسمت دومیش رو هم میام بیشتر میکنم، یه همچین حالتی باشه. ببینید خودش خیلی جذاب هست. حالا یه دلیل این که من اومدم جدا استروک گرفتم، یعنی این زیری رو گرفتم، به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که من میخوام این رو یک بولدم بهش بدم، یعنی یک 3D هم بهش بدم. خب زیری رو انتخاب میکنم، یعنی این سفیده رو انتخاب میکنم، تو قسمت افکت 3D و اینفلیت رو روش کلیک میکنم، روی اینفلیت حتما باید باشیم و خوبه. یه دونه دیگه از این کپی میگیرم، از این یکی کنترل سی اف، این رو این زیر قرار میدم و این رو هم میام فیلش رو نان میکنم و استروکش رو یک رنگ میام این بار مشکیش میکنم. مشکیش رو هم میام سایزش رو زیاد میکنم. میبینید یک مقدار سایز این یکی رو کم میکنم، مثلا این رو روی 15 خوبه، مشکی روی 25 و سفیده هم یک مقدار بیشتر خوبه. میبینید به این شکل. حالا روی این یکی میتونیم فورگراندش رو یک مقدار حالا روشن‌ترش هم بکنیم، ولی خب با اون نورایی که من میگم میتونی جذابش هم بکنی. حالا بعد چیکار کنیم؟ میام پنتور رو انتخاب میکنم، روی این یک کلیک و یک کلیک به این شکل میزنم با آیدراپر، البته آیدراپر هم نباشه مهم نیست، فیلش میکنم، شیفت و ایکس رو میزنم تا استروک بشه، انتخابش میکنم، فیلش رو نان میکنم، اینجا سایزش رو یک مقدار کم، و میام از یونیفرم گزینه اول رو میزنم. میبینید این حالتی یک مقدارم میچرخونیمش، و دوباره همین رو مثلا برای جاهای دیگه یا مثلا از دایره هم میتونید استفاده کنید. خب شیفت و ایکس رو میزنم، از دایره میتونید اینجا استفاده کنیم، دوباره از پن هم اینجوری میتونیم استفاده کنیم، و باز مجدد با آیدراپر از این میگیریم و یونیفرم رو روی دوم میزنیم. یعنی همین میتونه اون نوشتتون رو جذاب بکنه، و همینجور تا آخر ادامه میدم.
همه رو با هم گروپ کردم. یه سریاشون که الیپسه از بقیه که به صورت استروک جداش میکنم. خب کنترل جی میزنم، خطوط جدا شد و بقیه دایره ها رو همه رو با هم یه گروپ میکنم و خطوط رو میام سایزشون رو بیشتر میکنم. البته خب 5 خیلی زیاده و این خوبه به این شکل. بعد یه سری جاهایی هم شما میتونید یک از یک خطوط بزرگتر استفاده بکنید، مثلا این رو سایزش رو بیشتر میکنم، اینجا بیشتر خودش رو نشون میده، یک مقدار این رو من اینجوریش میکنم و همین رو دوباره استروکش رو زیاد میکنم. ببینید بعضی جاها میتونین از خطوط درشت‌تر هم استفاده بکنید. رنگ آبی رو میگیرم، با آیدراپر شیفت رو نگه میدارم، حتما باید پالت فورگراند رو قرار گرفته باشه، آیدراپر انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میدارم و از رنگ بک‌گراند میگم، یعنی از رنگ خود این الیپس اینجا کشیدی میبینی الان خیلی بهتر شد. بعد اینجا رو میتونیم مثلا این استای خودتون بذاریم، مثلا من میبینیم @ ساره اسکیل. فقط چیزی که بعد مد نظرتون باشه، ببینید شما زمانی که این رو پست میکنید، خب وقتی که روش کلیک میکنیم یه همچین سایزیه، اما وقتی پست میذارین 1080x1080 هست، خب به این شکله. و حالا من میام یه دون رکتنگل میکشم و این رو شما بیاریدش توی صفحتون، این رو صفحه اصلیمون کجاست؟ اینجا. خب این رو مرکز قرارش بدین، مرکزش حالا اسنپا کمک میکنه، البته میتونیم خودمونم با رکتنگلی که داریم بیایم خودمون بذاریمش مرکز اینجاست. خب و یه دونه خطکش اینجا بذارین، یه دونه هم خطکش اینجا، این رو دیگه دیلیت کنیم. ببینید اگر که میخواین کل مثلا هواپیما داخل حالا اون کاور اصلیتون، اونجایی که وقتی شما پست میکنین دیده میشه، این کامل دیده بشه، چون ببینید از این خط به بالا دیگه دیده نمیشه، وقتی روش کلیک میکنیم دیده میشه، این اگه میخواین حتما کامل دیده بشه بیاریدش پایین تر. یا مثلا این قسمت با من رو کل اینا رو من انتخاب کنم، اینو کامل بیارید بالا که داخل این خط قرار بگیره. اگر هم نبراتون مهم نیست که بیش بره تو خط، میتونین اینجوری قرارش بده، ولی خب ترجیحاً اینه که شما اینا همه رو ببرید بالاتر و با هم داخل باشه و سار اسکیل رو هم اینجا بذارید به این شکل. بعد این رو برای همیشه داشته باشیندش. گایدا رو میتونید بردارین طراحی کنید، میتونید بذارید وسط این مربع طراحیش بکنید، این رو دیگه همیشه داشته باشین، وسط این دوتا گاید طراحی بکنید.